جوان اخلالگر، نصف این دندون کرم خورده، اینم نصف پولش. اگه از دندونام بگذرم از خوشایی که داده نمیگذرم. خیلی خوشایی بدی به من داد، باید پول اونا رو بدین وگرنه رضایت نمیدم. شما غلط میکنی انگل مجازی، شما میخوای به من هجیمه وارد بکنی، ولی من با تعامل با شما برخورد میکنم. الان فوشا رو بگو. شرم حضور دارم، من اینقدر منعطف هستم که هر فوشی رو بشنم. خواهش آقا، چهار تا فوش داد. اقوام درجه یک بوده یا دو؟ عمه درجه چنده؟ عمه خوده؟ بله، درجه دوه. پس دو تا فوش درجه دو، دو تا درجه یک حساب کنه. ما این که تو زندگی من باج به کسی ندادم، ولی اشکال نداره. فوشی 2,000,000 تومان برای درجه یک، فوشی هم 1,000,000 تومان برای درجه دو. وجدانن کمه. ببین عزیزم، از رأفت من سوء استفاده نکن. خود فروخته. من 35,000,000 تومان پول دادم بابت 3 تا و نصف. حاجی آقا، پس این دادسرا تکلیفمون رو روشن میکنی. ببین عزیزم، شما الان یه راست میری کلانتری، رضایت میدی. من پسرم نباید یه شب تو بازداشتگاه بخوابه که، وگرنه میدم دونه به دونه باقی دندوناتم با انبر قفلی. بکنم بکنم. حاجی آقا، شما داری از قدرتتون سوء استفاده میکنی. این دندونا ابزار کار منه. دیگه حرف نزن دیگه، صفحه اینستاگرامت هم میدم ببندن. چش حاجی آقا، غلط کردم. سلام، صفحه باشد. بفرمایید. میتونم یه سلفی با اتون داشته باشم؟ بله بگیر، منم تک کن. چش حاجی آقا. جانم آقا، دندونا رو بردار بری سطل آشغال. بله. موضوع هم بین خودمون تو شرکت بمونه. من و تویم که باید ستار و لویوب باشیم. آقا رحمان. آقا رحمان جون، حواست کجاست؟ داری به مردن فکر میکنی؟ نه، به بعد مردنم داشتم. اتفاقا خوبی بعد از مردن اینه که دیگه آدم فکر نمیکنه. ببین آقا رحمان، این قسمت های شطرنجه میبینی؟ بله. اینا متاسفانه دوباره ریشه دوونده. آخه من هیچی ندیدم، هیچ چیزی ندیدم، همچنان جاش خالیه. ببین، قرار نیست که شما ببینید، سرطان از تو ریشه دوونده. یعنی به کل قطع کردنش اشتباه بوده، درست؟ آخه سیبیلام هم تک و توک داره میرزه، این ربط داره به اون قطع کردن؟ نه نه نه، سیبیلاتون مربوط میشه به دارویی که شما داری مصرف میکنی. من با نظر دکتر قبلیتون کاملا موافقم. شما بایستی قطع عضو میشدین، تو خب جواب ندادی. یه چیز خیلی جالبی بهت بگم آقا رحمان، از هر 10,000,000 مرد سرطانی فقط یکیشون از این نوع سرطان میگیرن، و از هر 10,000 نفر آدمی که این سرطان گرفته فقط یه نفرشون میمیره که اونم شما. این یعنی نهایت بدبختی، یعنی نهایتی بیشتر. خودتون ناراحت نکنین آقای دکتر، ناراحت نشین. خیلی متاسفم. خیلی. یعنی یه چیز کاملا استثنایی. یعنی این الان به کل دیگه تمومه دیگه. از نظر پزشکی بله، شما 100% 3 ماه دیگه میرید. باز خوب، خدا رو شکر ما بانک رفتیم، این کارهای بانکیمون انجام دادیم، خیالمون راحته. ببخشید، هیچی، یه مورد خانوادگی، مسئله شخصیه. پس این تمومه دیگه، یعنی من 3 ماه دیگه قطعا میمیرم. مگه اینکه معجزه اتفاق بیفته، وگرنه مرگتون قطعیه، شک نکن. خدای شکر، دمت گرم. من داری شکر میکنی یا داری متلک میگی به ما؟ نه، دارم واقعا شکر میکنم. با ما روزی 100 تا سرطانی و توموری داریم اینجا. من میگم میمیرین، اصلا پس میافتن، سنکوب میکنم. تو چرا اینقدر خوشحالی؟ خب به خاطر برآورده شدن آرزون باید شکر کنم دیگه. کدوم آرزو؟ دیگه رازه، نمیتونم بگم. جورم مردونه است؟ نه نه، چیز دیگه. زنونه است؟ خب بیخیال دیگه، گیر نده. خیلی خب، حالا هر جور دوست داری. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. من متاسفم واقعا، کاری از دستم ساخته نیست. فقط خواستین بریم بیرون به منشی بگین که من مورد فوتی هستم، ویزیتو بهتون پس بدم. آره، کل ویزیت.
جنیفرم شراره نفتون مامان کجاست؟ همه بیزاره اصلا نترس راحت برو ای من ایشکی به جز تو منو یادش نیست فکر کردی کی از من خبر داره راحت شراره. برو ایشکی حواسش نیست شراره اول فرد تو مرغ یخ زده میری عمو؟ خب این مرغا یخ زده بود من میخواستم که بذارم وا بره بعد نه میخواستم که خودم همون کنم آبم کم مصرفی حالا اصلا چی خب که چی؟ بس بگو دو هفته پیشم بوم مرغ میدادی واسه همین بود ببین من میگم حواست به من نیست اون دو هفته پیش گوشت برزیلی بود که من باشون پدم تو وان من میگم تو اصلا حواست به من نیست اصلا که من خدا شرار جلوی بچه ها این کارا رو نکنم فردا گیر میدم میخوام با مرغ و گوشت مردم برن تو وان چیه؟ نگفتم خدا به ما هم نظر میکنه نگفتم بالاخره یکی از آرزوهای ما رو برآورده میکنه بفرما وای نگو رحمت نگو رحمت خدا رو شب دیگه زنده میمونی؟ نه خدا رو شب مردنم حتمی شو دیگه با خیال راحت همونجوری که دوست داشتیم و دلم رو میخواست من میمیرم یعنی که ناز کن شیرین بخور نوشه جونه بخور کیف کن که روز به روز اوضاع بهتر میشه پامور گرفتم یه سوپ مشری درست کن با بچه ها بخوریم حال کنیم رحمان جان الان تو چی گفتی؟ گفتم یه سوپ پامور مشری نه قبل از پامور آها گفتم بابا با مرغ نره توی وان بوی مرغ میگیر دکترم جوابت کرد چرا ناراحتی؟ به جای شوک کردنته؟ خدایا شکرت شوهرم سرطان مردونه گرفته داره میمیره اینجوری حرف نزن این زنای اغواگر خدا میفهمه داری بهش تیکه میندازی با خدا درست صحبت کن قشن با انرژی دست بر بالا بگو خدای شکر در ته دل بگو بابا شراره ما حرفامونو زدیم گریهامون هم کردیم به فکر اون نقشمون باش به فکر اون خوشبختی باش که بعد از مردن من میاد سراغ دو بچه ها به خدا داری ناشکری میکنی خوبه بهمون صد سال عمر بده تو این بدبختی و گرونی و ترامپ و کوفت زهره ما رو مخجه گوی بخوریم این چیه؟ اوکی من آروم خیلی خوب زود بیه بیرون این گوجه رو نگاه کن ببین چقدر خوشگله این تا دو دقیقه پیش زنده بود الان من کندمش مرد شبم میخوریمش این بادمجونم همینطور اینم زنده بود اینم کندم دیگه مرد همین مرغا تا دیروز داشتم قدقد میکردن الان تو داری جر و جرشون بس کن دیگه رحمه من همه این حرفا تو از برم میشه خودتو اینقدر با گوجه و خیار و بادمجون و مرغ و خروس مقایسه نکنی؟ با تو که اینقدر ظاهرت امروزیه یه ذرم امروزی فکر کن اون قدیم بود که مردن واسه شون مهم بود الان یکی میمیره توی یه جلسه ختم و کفن و دفن و هفت و چهل و سال و همه رو برگزار میکنن همینجوری فرت و فرت آدم میمیره اصلا کسی براش مهم نیست یعنی چی مهم نیست مهم هست ولی بعدش مهمه یعنی اینکه یه نفر میمیره بعدش برای بقیه چه اتفاقی میفته اون مهمه بعد من و تو هنوش نشستیم با هم دیگه حرف زدیم فکر کردیم بانک رفتیم حرف اون بانک نزن رحمان که هر چی بدبختی میکشیم زیر سر اون بانکه اون مؤسسه مالی اعتباری بود که پس انداز ما رو خود این بانک بابا امن خیالت راحت حالا ما شانس آوردیم عقد کردیم قبل اینکه دیر بشه بردیم همه سپردهای منو ریختیم توش انشالله همه سپردهای تو رو هم بکشن بالا هم خیال تو راحت شم سپردا به درد کسی نمیخوره که اونو بالا نمیکشن نمیخورن اون فقط و فقط مال توه رحمان میرون دیشب چه خواب دیدم بولدوزر باز اومده اینجا خونمونو خراب کرده از رو پنج شیشتا اونم رد شده رفته بولدوزر هیچ غلطی نمیتونه لابد مثل آمریکا دقیقا مثل آمریکا بابا اینقدر خودت نگران نکن دیگه ببین ما حقمونو بگیریم پول میاد شما راحت بعدش میتونین زندگی کنین دیگه فقط پول دار شدیم بعد من این پامور رو غذاتون از من
اتفاقا همین دیشب اورانوس داشت میگفت ماما تحقیق کردم دیدم پامرغ نه برای لاغری خوبه نه افزایش قد میده. فهمیدی ما بهش دروغ میگیم؟ شاید برای قد و لاغری نه خوب نباشه، ولی خیلی خاصیت داره، ولی مفاصل حرف نداره. اینم سنگینه، قشنگ نیگره که کلوف میشه. الهی بمیرم برات رحمان، آخه تو با این همه فهم و کمالات باید بیفتی بمیری. وقتی با نون بازو و فهم و کمالات نمیشه زندگی کرد چیکار باید بکنیم؟ با پول خون من که میشه؟ وای نگو رحمان نگو، آخه من چجوری با پول خونه تو زندگی کنم؟ خیلی خب بابا بسه دیگه، بچه ها دارن نگاه میکنن میترسن ها. شراره بایسه یه دونه این رقص های معروف هم وسط برم باشم قرش کنه. دراره یا خوشگلم خندیدی خندید ماما، ماما خندید. حالا هم جای این حرفا پاشه این مرغا رو آماده کن، الان سرویس از شرکت میاد دنبال غذا، باید آماده باشه. میگم رحمان اگه نکشده چی؟ تو کی گفتم قهوه بیار؟ ببخشید آب جوش نبود. یه بار آب جوش نیست، یه بار آب قطعه، یه بار برق قطعه، یه بار قیف هست قیر نیست، یه بار قیر هست قیف نیست. ببخشید. میشخم میزنی آره اما؟ نه چیزی نیست. حرف بیادبی زدی؟ به تیریج قباد برخورد؟ نه همینجوری. نه آخه یه جوری حرف میزنی انگار تو منی. میخوای من بیام جای تو، تو بیای جای من، حمالی تو رو بکنم؟ آقا درست صحبت کن. خفه شو. دیگه وسط حرفای من نپر یاره اما. بعد حالتو میگیرم ها. من نمیدونم چرا پدر شما رو اخراج نمیکنه. یه مش آدم مفخور بدبخت بیچاره گرسنه تأخیری. بابا حالم از هر چی آدم گرسنه است مثل تو به همه خوره به خدا. آقا هر چی گفتی خودتی. چه؟ همین که شنیدی، بدبخت بیچاره مفخور تأخیری خودتی، عزگلم خودتی. من کی گفتم عزگل؟ اینو من اضافه کردم. بی خود میکنی اضافه میکنی؟ تو بی خود میکنی. آه هار شدی، وحشی شدی، گاز میگیری. الو خانم زنگ بزن حراست، این رحمان و بالاگرد بندازن بیرون، داره علیه من هجمه درست میکنه. آره برو بیرون آشغال بینم. آشغال توی با من درست صحبت کن، من 20 سال اینجا خدمتکارم، اینجوری میخوای منو بیرون کنی؟ تو اندازه کف دست من بودی، من اینجا کار میکردم، اندازه دست من شدی، من ازدواج کردم، زنم 15 سال داره برای شما آشپزی میکنه، 14 سالش شدی همقد من، 20 تا خونه زدم به نامت. اون وقت من با یه زن و 4 تا بچه وسط بیابون توی یه رستوران در و داغون لای سگ و گربه دارم زندگی میکنم، هر لحظه ممکنه لودر بیاد اونجا رو سرم خراب بکنه. بابا قرار این نبود، بابات گفت این شرکت رو راه میندازیم با هم کار میکنیم، با هم هم میخوریم، الان فقط بابات میخوره. من الان 2 ساله به خاطر یه وام 2 میلیونی عمل دماغ توی نوبت توسط خاک تو سر ما، خاک تو سر ما حلال خورا که برای شما حرام خورا کار میکنیم، زالوا مستکبرین مفسدین فی ارض هر زای اقتصادی، اصلا ما مثل شاه وابسته نیستیم. بابا زر نزن، بزن تو شیکم من، بزن جرم بده پارم تا رای گردن او بزن، بزن تو پیشونی، بزن اینجا هر جوری دوست داشته باش من میزنم، بزن تو پیشونی. مثل شاه وابسته نیستیم. چی بود اونو گفتی؟ یه ها اومد تو دهنم. نه حذفش کن، شعاریه ولش کن.
دو عدم آگاهی. یعنی چی؟ مفسد فی ارض. نه چرخی تو دهنه. چرخی چی؟ نگو مفسد فی الارض. فی الارض. سه فوش. این اصلا واسه چی نوشتی؟ من خودم با این مشکل دارم. من یه دونه اوزگل گفتم، تو گفتی واسه چی اضافه میکنی؟ یه دفعه بگو آینه. بچه بازیه مگه؟ بده فوش بده. خط کش، سیم کش، لوله کش، دستکش بده. فوش یه ذره نامردیه بابا. بابا میدونم نامردیه، ولی امسال همین جالوسی هزار تا بلا سر ما آوردن، ولی چون به ما فوش نمیدن داریم براشون کار میکنیم. بعد نکته مهم، تأثیر زمانی فوش تأثیر خودشو میذاره که تو چش طرف نگاه کنی. بگنه بیا گاو تأثیر گذاشت؟ نه تأثیر نداشت. گوساله خودتی. ببین چطور به احمد ریختم. پس چی؟ فوشو زمانی میدی رخ به رخ، تخمه چش به تخمه چش، چش تو چش. آقا این چی بود؟ هی کمرتی میدادی جلو. بودی پلی، بودی بازی پلی بدن. باز اینو رها کن. خب رها که شدی راحت بتونه بزنه. اصلا شاید سنگ داشته باشه سرتو بزنه، یا مثلا بدنت لش باشه هول بده بیافتی. وقتی که بدن منقبض باشه این چاقو رو بزن، تو رد میکنه بدن. بره تو. این دو میلیارد واقعا حروم نیست؟ نه آقا حروم نیست، حقته، مالته. امثال این مفخورای مثل جالوسی با خوردن مال من و تو رسیدم اینجا. ببین بابای من یه نصیحت به من کرد، گفت هر کی زده بزنش. هر کی فوشت داد فوشش. هر کی دستت به دست بزنه دست بزنه. از زمانی که زندانه واقعا دلم براش تنگ شد. خدا نگهرش داره، من هر دفعه میرم سمت قفسه این مرغ و خروس ها یاد حسن بابات میفتم. چقدر بهش گفتم آقا مرغ داری نزن، زد. اینم شد نتیجه. و رحمان جو من کجا میدونستیم برق میره؟ انقدر این برق لعنتی رفت یا مرغ داری یا کل زندگی ما به فنا رفت. خب باید فکرش میکرد دیگه. ببین تو این مملکت کاری که سر کارش با آب و برق و گاز باشه تهش ضرره. این جالوسی رو نگاه کن، نه با آب کار داره، نه برق، نه گاز، هیچی. یه تلفن میزنی یه میلیارد جابجا میشه. ولی من افتخار میکنم بابام یه کارآفرین موفق. اگه موفق بود چرا تو زندانه؟ خیلی آدم موفق داریم تو زندان. مثلا الف ب ا کتر جیم چه انگن. انگین هم گرفتن؟ بابا انگین سر هرم بود. ولی من دلم برای یه نفر سوخت. نونوا هیه. آره اونم بدبخت بازیچه شد. همه همون بازیچه بود. چقدر من بدبختم. چقدر تو بدبختی. آقا برشون. اوکی. آره اوکی. خب ایشالا تو مردی من این 5 میلیون بگیرم بابا ما از زندون آزاد میخوام. هنوز شرمندم به خدا، من سپرده داشتم تو بانک، یه ساعت هم نمیذاشتم باباتون تو بمون. اوه قهوه. قهوه چیه؟ ببین تمام این نقشه هایی که من نوشتم منوط به اینه که تو اول قهوه رو بریزی روش. اصلا یادم رفته بود. من برم توالت ها رو بشونم تا جالسی نمیدن. آره شرکت رو بوی گنگ گرفته. برو آب نمیریزن دیگه. بیا بیا منو بکش. بیا هفته که زود رسیدیم. یه مقدار خلوت بخو. خدا حفظت کنه. انجام وظیفه میکنیم آقا. چهارشنبه برم شمال. حوصله ترافیک جاده چالوس رو ندارم. چشم بابا 2 ساعت اونجاییم. وام این در رن مین خن ای چین رن مین خن سی خوان نیمن ده چن پین ایرانی چوان سین چوان ایده ای چین جی زاو ده چن پین جلیانگ چوالی بوکی فوزه وام این در رن مین سی دیاو الا اسوان جیاز تنگ زنجان داوجو ایدوین رن توفا بندوین نیو جینگ زه مزافتی بام خونزا لیانگ دوین سی بندوین بیجی بن سلوات جی شوچی ایران گواچی التماس چی داو با جان. آقا ما هنوز 100 کارتون مارمولک تو انبار داریم. به چه کارمون میاد این مارمولک؟ گفتن گرون میشه. دیشب کجا بودی شما؟ دیشب
با بچه های بالا رفته بودیم یه فیضی ببریم. صد بار گفتم اسم این بچه های بالا رو بده، من آمارشون رو دارم. هر بچه بالای بچه بالا نیست. آمار خوبی هم ازت ندارم. فرنجای اوکی؟ حسد برنامه دارم آقا، بفهم. حواس هم از آجا نیست. حواست نیست. حواس شما به موقعیت من نیست. حواس شما به آینده خودت نیست. زبان چینی یاد گرفتی؟ آره دیگه، تقریبا همش خوندم. زنجان داوجو. زنجان داوجو. یه راه نمایی کن بابا. زنجان داوجو. آه چاقوی دست زنجانی داریم. من از تو هم باری تعدادش مونده. مضافتی بم خونزاو. مضافتی بم خونزاو چه؟ مضافتی بم خونزاو. مضافتی بم. آن چیز. خونزاو. خورما خونزاو. رتب مضافتی بم خودشه. بلدم دیگه. اصفهان جاز تانگ. سخت شد. اصفهان جیاز تانگ. جیاز تانگ. نشه. آها اصفهان جیاز تانگ. سنه دستی اصفهان. جیاز تانگ. میاد از یه جای. سنه دستی اصفهان. خب با یه کامنت جیاز تانگ. اصفهان بفرمایید جیاز تانگ. جیاز تانگ. پولکی. پولکی. یه انقدر دیگه. جیاز تانگ. این 33 پول. آره دیگه همینا پولکی 33 پول. آره خب. گاز. گاز. گاز که نوک زبونم بود. گاز اصفهان از چی میاد؟ بله. زبان چینی رو باید یاد بگیرم. زبان چینی خب بابا سخته دیگه. سخته. من چجوری یاد گرفتم؟ شما برای کارت یاد گرفتی؟ میخوای انگلیسی بگم امر رو؟ خیر. فقط چینی. نهایت روسی. نمیتونی واسه معلم خصوصی بگیری؟ معلم که سه تا دارم آقا. بله. سلام علیکم. با آقا ارادتمند آقا دعاگو قربونتون برم. بله من همه سفارشات رو دادم آقای جیون بونگ. بله. خودم هم دارم میرم چین. بله بفرمایید من یادداشت میکنم. 20 عدد پرشه، 10,000 سکه، 1,000,000 دلار. شما باشه زد من میرم به کارم. بورس چه بگیرم براتون؟ کاشی. یه لحظه صبر کن شما. لحظه خبرشو بهتون میدم. ایشالله سفر کربلا. ایشالله برای شما. قربونتون برم. خداحافظ شما. به اهل بیت خیلی سلام برسونید. دعا بفرمایید ما رو. آماده باش از چین برگشتم زنت بدم. با منی الان حاجبا؟ یه ژن خوب آفتاب مهتاب ندیده پیدا کردم. خوشبختیتون رو تضمین میکنه. شوخی داری میکنی؟ من سر زنگ گرفتن شما هیچ شوخی؟ نه. کی هست؟ عکسی چیزی ازش داریم ببینیم؟ فقط میدونیم دختر حاج قنوات. اطلاعات بیشتری از ایشون در دسترس نیست. حاج قنوات 21 اینجور میخواست رو بر بسرد. میدونی چند تا جلسه ما با این آقایون داشتیم تا به نتیجه این وصلت رسیدیم؟ آره. میدونی این وصلت چه تأثیری تو واردات و صادرات این مملکت داره؟ شما آینده کشورت برات مهم نیست؟ چرا؟ شما عمران و آبادانی این مملکت برات مهم نیست؟ شما سند چشمنداز 20 ساله این مملکت برات مهم نیست؟ الان ازدواج من و دختر حاجی خود چه ربطی به این چیزا داره که شما میگین؟ این ازدواج میتونه یه مملکتی رو متحول کنه. شما مردمت برات مهم نیست؟ به فکر مردم باش. آقا ما نه عکسی ازش داریم، نه میدونیم کیه، نه میدونیم چه شکلیه، نه میدونیم تحصیلاتش. آقا همین زندگی هاست که خوشبختی میان. یعنی تا زن و شوهر میان هم و بشناسن چهار تا بچه بغلشون رو تا آقا من با من بحث نکن. هر روز ساعت 12 ظهر این دوستم که زنگ زد تماس میگیره، میگه چی بخریم چی نخریم، نه سوال میکنی نه جواب. چشم. تو این دو هفته هم دست از پا خطا نمیکنی تا بیام. نه حرف نه دعوا نه حاشیه هیچی. دو هفته هیچ کاری نکن میتونی. چشم آجا. آره. یه پرونده یه جن خوب باید پاک بمونه دیگه. نه من هی پشتت بودم هی گنده تو پاک کنم. نیمه شعبان بر میگردم. روز عقدته. بفهم. بله چشم شما. سلام. سلام علیکم. رحمان جان. جانم. عزیزم. من یه دو هفته نیستم. مواظب به این پسر من باش. چشم. خدا حفظت کنه انشاءالله.
شماها اگه نبودین این شرکت یک روزم سر پا نه. اون وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم. فقط آقا شما خودتون که در جریان هستین، من اون چندلغاز پولی که داشتم و گذاشتم تو اون مؤسسه جاسپین که شما خیلی تعریف میکردین که اونجوری شد. الانم با زن و بچه وسط بیابون توی رستوران در و داغون داریم زندگی میکنیم. بمیرم. خدا نکنه. فقط اصلا نمیدونم رستوران مال کی هست که بیان ما رو پرت کنن بیرون. خواهش همین بود. اون 2 میلیون تومانی که قرار... رحمان جان تو وضعیت شرکت رو نمیبینی، تو وضعیت منو نمیبینی. من که 24 ساعته دارم مشکلات همه رو حل میکنم، مشکلات تو رو حل میکنم، مشکلات اونو حل میکنم، مشکلات اونو حل میکنم. بعدم تو این موقعیت حساس رکوده، دشمنه، احتکار، فساد، بعد اخلالگرا، بعد معاندین. تو ببین تو میخوای تو شرکت جنگ داخلی راه بیفته. جنگ داخلی؟ بله. یا من الان به شما اگه وام بدم همه میگن این به نور چشمیش وام داد. بعدم الان مردم حساسن رو آبدارچی ها. اخبار نمیبینی؟ نه. شما میخوای شرکت ما بشه مثلا مثل عراق؟ نه. شرکت بشه مثل لیبی؟ شرکت میشه مثل مصر؟ خب پس کی تموم میشه؟ این راه داره. صبوری، توکل. بعدم همه چی داره درست میشه. حبابا داره دونه دونه میترکه. هممون باید صبوری کنیم. تو هم صبوری کن. خداحافظ. خداحافظ. از دعا ما رو فراموش نکن. جان نه نمیرسم بیام امروز. باش با چی میری؟ با شیشه بده بالا. گوشید هست این چیه؟ این ببخشی براتون قهوه خودم یه سر ریخت. قهوه ریخت؟ آره اومدم بذارمش اونجا یه ریخت. خیلی خب بذار اونجا. آها جان برگرد بینم. جان برگرد بینم. این چیه؟ ببخشید داشتم خیار گوجه براتون خورد میکردم، تو سینه جا مونده بود یادم رفت. میذاری اونجا؟ آره میشورمش. میشورمش باز. برو یک دیگه بر. چشم. بابا رحمانه کاری میکردی میمردی، بعد شبش قشنگ میرفتی تو خواب خانوادت باهاشون خداحافظی میکردی. خواب که مزه نمیده، من دلم میخواد دل سیر شراره رو ببینم. اورانوس، ونوس، نپتون، پلوتون. من امروز این عشقان رو دیدم خیلی عصبی بود. قشنگ میتونست بزنه بکشت راحت شد. بابا فردا یه جوری عصبیش میکنم در جا بکشتم. اصلا خدا خودش همه چی رو جفت و جور کرده. جالوسی و فساد چین، الان من موندم و اشکان و یه اتاق خالی. تو که اینقدر رابطت با خدا خوبه، یه شفاعت ما رو هم بکن، دعا هم برای خودت بکن که شفا پیدا کنه، یه پول کلوفی هم بهت بده، نمیری تموم شه بعد سلام دیگه. پول و ثروتو که داده مونده امثال جالوسی نمیذارم دست من و تو برسه. هیچ سیاسی شدی رحمان؟ سیاسی چه زهره ماری، من متنفرم از سیاست. علی ببین توکلت به خدا باشه، من تا حالا هر چی خدا خواستم بهم داده. آخرین چیزی هم که خواستم مرگ تو. دمت گرم. سلام قربونت برم. بعدا این کنه قربونت برم. لاک میزنی؟ چیه؟ این مامانت داری میزنی که دست نزن. این گفتم با اینا ور ننه، چی کارش داری میکنی؟ آخه هر کار کردن تخم نداشت. تخم گذاشتن که اینجوری نیست عزیزم، حساب کتاب داره. اینا اگه بترسن دیگه تخم نمیذارم، اون وقت از صبحونه خبری نیست. تخم نزن، این
تخم مرغ می‌خرین؟ نه، ما هیچ وقت تخم مرغ نمی‌خریم. تخم مرغ چیکار می‌کنین؟ تولید می‌کنین. باریکلا. ما نون و مربا هم درست می‌کنیم. باریکلا، اونم درست می‌کنه. بابا، کرپنیر چیکار می‌کنی؟ خب اونو یا من یا مامانت باید یه بز بخریم. کرپنیر از اون بگیر. دیگه شما هم کم کم باید یاد بگیرین چجوری شیرشو بدوشین. چجوری الان یاد گرفتین بادم جون و گوجه فرنگی خودتون می‌چینین. اونم باید یاد بگیرین. من خودت نیستی بابا. ممکنه نباشه. فرار کنی؟ فرار؟ نه، فرار واسه چی؟ بخواه بابای لاله تنو بنده همکلاسیمون پول نداشت، کلاهبرداری کرد، فرارم کرد. این دختر محسن تنو بنده است؟ نه بابا، اون که تازه نزدیک یه سالشه. من که فرار نمی کنم نه، ولی خب ممکنه برم یه جایی. کجا؟ جاش مهم نیست، مهم اینه که پول براتون میاره. آخ جون پول. خب خوشگلم، تو بابا رو بیشتر دوست داری یا پولو؟ معلومه پولو. قربونت برم، این چه آهنگی داری باش ورزش میکنی؟ سلام بابا، بعد از شب که بابا گذاشته از تو تاله 800 بارم گوش کرده. بابا کفش هفته چقدر طرف نخریدی؟ این مسمسکی واسه دماغت گرفتم. قربونه برنه یه سال داری میزنی دماغت همون قدری قبلن هم بود. الان نمیخواد بی خود به خود زحمت داری. پا نزن دیگه، لاغر نمیشی بیا پایین ولش کن. خواستگار پولدار دنبال دختر خوشگل بگرده یا مایه دار؟ با که مایه نداریم، حداقل بزن خوشگل شب و لاغر. شراره وای تو نمردی؟ ببخشید امروز نشد، ایشالا فردا. نه خواهش میکنم، نه من منظورم اینه که اصلا چه خوب که نمردی، خدا رو شکر که زنده ای عزیزم. من خواهش میکنم وقتی من مردم یه بخشی اون پول رو ورد این بچه رو ببره پیکر تراشی. این مرد اینقدر رکازم این چجور داره عرق میریزه؟ راست میگی. نه خیال تخت، من اصلا جز برنامه هامه جفته و میریم پیکر تراشی، از بالا تا پایین میتراشیم. تو هم میخوای بریم مگه؟ نرم نمیدونم، ولی فکر کردم شاید بعد مردن من این چیزا برات مهم نباشه. من که اصلا یه تغییرات خیلی جزئی لازم دارم، اصلا شاید سر پای هرچه تموشه بره پیکاژال، اصلا اونو ولش کن. من گفتم این بچه بره کارش رو انجام بده، چون شاید مرگت اونجوری که ما دلمون میخواد پیش نره، اون وقت چه خاکی به سرمون بریزی. این بچه از کارش عقب نمونه دیگه. حتما چرا برنامه اونجوری که ما میخوایم پیش نره؟ بالاخره من تو چند روزه میمیرم دیگه، الانم نمیخواد غذا درست کنی. شام میریم بیرون. باشه با هم داغه حواس آقا دست شما درد نکنه. چند تقدیم کنیم؟ قابل نداره 25,000 تومان. این شلوارم عوض کردم، پولمون رو جا گذاشتم. چیزی داره تو کیفه؟ نه 724. آقا ببخشید، میشه شماره کارتتون رو به من بدین؟ من با موبایل براتون پول پرداخت کنم. بله، من یه همبرگر مشتری بدم. چشم. چجوری با موبایل پرداخت کنم؟ 724 چیه؟ بابا اپلیکیشن 724 چیه؟ میتونی باش قبض بدی، کارت به کارت بکنی، از این ور بری زیون ور، از اون ور بری زیون ور، همه کار. پس شارژ موبایل هم میشه باش گرفت؟ آره شارژ موبایل دیگه پاش کن. یه دو تومن واسه من بگیرم که من شارژم داره تموم میشه. فکر نکنم دیگه به دردت بخوره ها. چرا تو این یکی دو روزه بالاخره دو تومن رو با هم حرف میزنیم دیگه. میخوام تا آخرین لحظه صدات رو بشنوم. بعد من ازدواج کن شراره. خجالت بکش. باید ازدواج بکنیم. تو جوانی، هنوز بر رو داری، آرزو داری. نمیتونم رحمان، خواهش میکنم، این موضوع خط قرمز منه تمام. باید با یه آدم حسابی هم ازدواج کنی که واسه عروسی بگیره. نه اینه من که بدون سور و ساد دستت گرفتم. بس کن رحمان. ببین باز دوباره داری منو احساساتی میکنی. من ازدواج نمیکنم. خواهش میکنم ازدواج کن، تو نباید تنها بمونی. دیگه ادامهش نده. خواهش میکنم ازدواج کن.
اوکی، ازدواج میکنم هرچی تو بگی. با کی؟ کسی که منو برای من بخواد، نه زیباییم و نه پول. کدوم پول؟ همون پولی که بعد مردنتو میاد دستم. به خدا شرار ناپدری بیاری بالا سر این بچه ها، من میدونم و تو. من بیافتم بمیرم اون بیاد بخوره. چیو؟ پولو. تو خودت الان گفتی. من الان گفتم، تو قبلا بهش فکر کردی. اصلا من گفتم که گفتم، بی خود کردم گفتم. چیو نگاه میکنی تو؟ با تو هم با؟ رحمان درست مطبخ تو چی کار داری؟ برو شده، هر دفعه رفتم یه تخم مرغ بردارم همینجور چپ چپ منو نگاه کرد. نگاه کن دستم چی کار کرده، عین جیگر زلیخا شده. الانم اونجا وایساده داره به رو به تو رو نگاه میکنه. نگاه کن خوش فهمی چه غلطی کرده. رفت ببین شرارم، دارم وصیت میکنم، من که مردم اینو جوجه کبابش میکنی میدی بچه‌ها میخونن، پاهاشم قطع میکنی، یه سوپ پامرغ مشتی درست میکنی میدی اورانوس بخوره، برای مفاصلش خوبه. وای رحمان، باز غیرتی شدی واسه من، خیلی خوشم میاد. شما مردی او بحث ناموس و اینا میشه یهو نفهمیشین. ببخشید رحمان، یعنی هیچ راه دیگه ای وجود نداره؟ هیچ راه دیگه ای نیست شراره من، هیچ راهی نیست. تنها راهش اینه که پسر جالوسی منو بکشه بیفته زندان، تو بری 2 میلیارد پول بگیری رضایت بدی، 1 میلیاردشو بدی یه خونه معمولی وسط شهر بگیری، 1 میلیاردم بذاری بانک با سودی زندگی کنی، برای هر کدوم از بچه‌هام در ماه 1 تومن پس انداز کنی که اینا بزرگ شدن پول جهیزیه‌شون آماده باشه. وقت این 2 میلیارد گفتی حقمونه دیگه، حروم نیست. بابا نه دیگه، حروم نیست، از شیر مادرم حلال تره. بابا 20 سال تو داری برای اینا غذا درست میکنی، من تمیز میکنم، نه حقوق درست، نه بیمه، نه پاداش، هیچ گفت و زهرماری نداشتن اینا. بابا این چراغا رو نگاه کن، این خونه ها رو، این همه خونه، چرا یه دونه 20 متریش مال ما نیست با 4 تا بچه؟ چرا؟ برای اینکه همش مال امثال جالوسی، اصلا به ما هیچی نرسیده. یه جوری تخمه میخوری انگار نه انگار قراره بیفتی بمیری. یادت این سر زایدن دخترو من رو سر تخمه میشکستم اینجوری؟ راست میگی، یادم نبود. هرچقدر هم پوستشو دورتر پرت میکنی یعنی نگران تری. تو واقعا زن زندگی، دمت گرم. رحمان جدا از مرگ نمیترسی؟ نه باز چی بترسم، من تا حالا 1000 بار مردم. واه کی مردی؟ اوف، اون وقتی که عاشق تو شدم پول نداشتم بیام خواستگاریت، اون وقتی که سر سفره حلقه بدلی دادیم به همه گفتیم طلاست، اون وقتی یکی یکی این دخترها دنیا اومدم پوام پول نداشتم شیر خوش براشون بگیرم. میدونی چی شراره، مردا وقتی شرمنده زن و بچهشون میشن با مردن براشون هیچ فرقی نمیکنه. خب اگه اینطوری باشه که منم 4 بار مردم. کجا؟ من 4 بار حامله شدم، تو هر 4 بار پسر میخواستی ولی من یه دختر گذاشتم بغلت. همین الانم میتونی از شرمندگیم در بیای جبران کنی. چطوری؟ بریم بانک. باز میگه صبح میریم بانک، تمام سپرده‌ای که من ریختم توشو پس میگیریم و تموم. بعد عقل کردیم قبل عمل جراحی به فکر این روزا بودیم. خاک عالم، ببینم میتونی یه ممرزا گلزار خوشگل تحویل روح باباش بدی. حیف که داریم میمیری رحمان. عاشق این قهر کردنت هم که یعنی صبح بریم بانک. انوش، 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 جنگی بیا بالا کمک، اشکان داره خودشو میکشه. دو تا این بچه های حراست هم بگو بیان کمک. بغش کن یا ابوالفضل، آغاز کن کمک. کمک انوش بود چی کار میکنی؟ این قرار بود تو رو بکشه، تو داری اینو میکشه. حرف نزن، بیا کمک کن. بابا من تو هم سر ارتباط دارم. یکی بیاد کمک.
یواش یواش کمک کمک آقا بیا آقا بیا آقا بیا کار من رو یواش مارو نه بزن پایین آقا موچشو بگیر اینجاشو بگیر آروم بکشش بس آقا بکشش بالا بکشش بالا بکشش بالا بیا بیا بکشش بالا ببین پاشو بگیر اندازیم خب 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 باشه 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 داشته باشه 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 زهر مار یه چیزی زده چدمت کرد و این نرمال نیم عشقان آقاشقان 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 شما اینجا چی کار میکنید؟ بریم دوباره کارتون خوبین شما؟ آره معلومه خوبم. چطور مگه؟ آخه چند دقیقه پیش داشتین از پنجره خودتون رو پرت میکردین پایین. بله. من داشتم خودم پرت میکردم پایین. چرت و پرت میگین؟ میخواین حجمه درست کنین؟ حجمه چیه؟ یه جور زیرابزنی سیاسی. سیاسی؟ نه آقا من سیاسی نیستم. من غلط بکنم سیاسی باشم. من اصلا از سیاست متنفرم. آقا رحمانی یه ظرف کنم حالت خوب نیست. انوشتون ببرش بیرون فشارش افتاده. یا به قندی چیزی بشه. آب قم بدم؟ چش. بیا بریم آقا رحمان. کجا میای؟ الان بهتره موقع از عصبیش کنی. بحث سیاسی را بنداز دو تا فوشم بنداز توش. آقا فکر کنم سوء تفاهم شده. اصلا چرا درباره من اینجوری فکر کردین؟ چرا واسودی به رو بر من نگاه می‌کنی؟ واسه ببرش بیرون. میگم دو تا فوش بده. چی بود؟ کاری نکردم. یه غلطی کردی الان. همینو میگم. چیکار کردی؟ من بعضی وقتا زانوم خالی می‌کنی و خالی میشه زانوم. زانوت خالی میشه رو به من خالی میشه اینجوری می‌کنی؟ برگم شو بیرون منم برگم شو بیرون رشکان شما داشتی خودکشی میکردی ما اومدیم نجاتت دادیم جای تشکرت تو چی داری زرزر میکنی؟ رحمان حواست به این باشه ممکنه بخواد پاپوش درست کنه برام بابا چی؟ خواد بلای سر من بیاد تابلوه بابا اصلا چی میگی؟ آقا من مقصر بودم من باعث شدم شما قاطی کنید باید واسه من عصبانی بشی بعد برای اصلا این تو این چرت این سیاسی بازی در آورد چرا خودت شریفی هستی؟ من حسین بابای تو رو داره تو اشتباه میکنی درست خواهی میکنه اصلا از همین لحظه اخراجش من اخراجم بله زور به فقیر فقرا رسید بله فکر میکنی چون بچه مایی داری میتونی زور بگی میتونم اخراجت میکنم خب شو بیرون اخراج حتت بود بلد میکردم با مغز میخوردی زمین همونجا میمردی الله اکبر الله اکبر خفه شو یا خفه شو همینو میخواستی خفه شو مرسی رحمان برگم شو بیرون بابا این کلن اشتباه داره میزنه من اکشی میترسونی ببین من زندگی می باقتم کلی هم ایچی بود ایچی بود چی نشون دادی جا چاقو نشون میدی الان میدم تو گونی ببرنه بکی حراست حراست زنگ بزن حراست ببینم بس. الو خانم بگین حراست یه دقیقه بیاد بزن زنگ بزن بگو حراست بگو دو تا گونی هم بیارن جام شه زنگ بزن بگو گوندت بیا بابا من میخوام ببینم کی جرأت داره دست به من بزنه منو از این اتاق بندازه بیرون کی جرأتشو داره رحمان کچاب قهوه‌ای من از خوشویی بگیر برم جلسه دستت واسه چی داره میلرزه؟ دستت واسه چی داره میلرزه؟ قرصاتو نمیخوری دیگه؟ چند وقت اصلا حواست بخور نیست خانم بگیم دکتر ناصری بیا شرکت من کارش نه دکتر نمیخوام حرف نزن من عمدن این کارو کردم چی؟ عمدن این کارو کردم یا آه تمام لباسای من ضد لک مهم نیست برو بیرون حالم ازت به هم میخوره من 20 سال خدمتکارتونم واسه چند لحظه تاخیر اخراجم میکنی من تو رو اخراج کردم من انوش رو اخراج کردم بابت اون رفتار زشت شما خونه ما رو کردین تو شیشه خونه بچهای شرکت همش تو شیشه است باشه رو زنگ میزنم ببینم بچهای حراست خونشون تو شیشه اون نه اونا که خونشون تو بدنشونه چون هوای اونا رو داریم ولی خونه ما تو شیشه است درکت میکنم حالت خوب نیست زنه چطور امروز زالوا مستکبری مفسدین فی ارض مفسدین فی الارض هرزهای اقتصادی بده من اینو بده من نکن این کارو دیگه میبینی من روی کار حساسم انو شو چی اخراج کردم دیگه این کارو نمیکنی ها عصبی میشی بله بعدم میاد بیا با این بزن تو دلم جرم بده پارم کن بیا دستت بازه پاشو چته من بزن میبینم خفم کنی بیا ما همه جوره خفه خون گرفتیم تو هم خفم کن متصل بچه متصل بزن خفم کن نشهد الله اله الا الله خدای دارم میام پیشه عشقم با این سن و سال با سلامتیت خوب میان قهرز بخوری دوستم کردی؟ آره دوستم داری؟
بیا تراس کارت دارم. میخوای فرضم کنی پایین؟ رحمان چی شو؟ درکم کرد. چی؟ بیا این چیه؟ چکه دیگه رحمان 1400؟ نه بابا 2 تومنه. ما همه خودمونو جر داریم برای 2 میلیارد تومن پول، بعد تو رفتی یه چک 2 میلیونی گرفتی برای 1400؟ نه بابا این 2 میلیون برای عمل دماغ دخترمه، اینو میدم به شراره که همون موقع نقدش کنه بزنتش به یه زخم. با این چک نمیتونه 1400 یه چسب زخم بخره. چرت و پرت چرا داری میگی؟ بابا شما دهشتی چرا انقدر بدبینین؟ چرا انقدر بی‌تدبیرین؟ چرا انقدر ناامیدین؟ تو مگه 23 نمیبینی؟ بابا 1400 قرار کلی اتفاق خوب بیفته، قرار تورم تک رقمی بشه، حبابا یکی یکی بتره که دلار 4200. من همین الان اخراج شدم، من کارم از دست دادم، من همه چیزمو از دست دادم رمان. بابا تو نمیتونی یه آدم عصبی کنی؟ هر کاری گفتی کردم دیگه، من چند بار این کارو کردم عصبی نشو. چرا من یه بار کردم شو؟ خب به تو حساس. نه خیر، به خاطر که من تو تخم چشاش نگاه کردم این حرفا زدم. من تو تخم چشاش داشتم حرف میزدم، تو این وضع داری اینجوری میکنی، خب معلومه تو رو اخراج نمیکنه. بابا اصلا به این چیزا نیست که. پس به چیه؟ ببین فکر میکنم منو دوستم داره. آره حس میکنم بهم داره وابستم میشه. آقای عروس خان گفتید 2 دقیقه بیشتر کار ندارم، الان دوربینا فیلمتون میگیرن، جالوسی هم ما رو میندازه بیرون. دوستت داره؟ بفرما. رحمان 1400، اشکان 1398. خیلی خوب بابا، خیلی خوب بابا. حالا چی میگی؟ تو مطمئن این نقشه درسته؟ این بچه متصلا ترسو هن، ریغو هن، ولی همشون مسلح. تو کافیه بری توی اشکانو بترسی، اونم با تفنگ میزنه میکشتت. گرفتن دیت با من با تو دادگاه نگه، این واسه دزدی اومده بود. تو مثل که قانونمانو حالیت نیست. قانون چی؟ عزیز من دوز بیاد خونه تو حق نداری دست بهش بزنی، چه برسه بکشیش. چرا؟ چون باید دیهشو بدی، پول داری دیهشو بدی. باز خوبه این دزده امنیت شغلی داره. حالا یه چیزی بگم موات فر بخوره، اگه یه نفر به تو تجاوز کنه، دارم مثال میزنم، اگه یه نفر به من تجاوز کنه. کی؟ چی چی؟ کی به تجاوز کنه؟ رو میخوره کسی به من تجاوز کنه عزیز من، دارم مثال. آقا اصلا یک فرد به یک فرد دیگه تجاوز کنه، خب این فرد نمیتونه از این فرد شکایت کنه مگر اینکه 2 تا شاهد داشته باشه. 4 تا شاهد؟ آقا اینو ولش کن. آقا تو اصلا فیلم فروشنده رو دیدی؟ زیبار، اصلا فیوریت همه. باری کلا شهاب حسین تو شوسکار گرفت. باری کلا شهاب حسینی چرا شکایت نکرد؟ تجاوز نشده. اشتباه نکن، چون 2 تا شاهد نداشت. نه بابا این حرفا چی، خود اسقر فردی مصاحبه کرد، تو همه مصاحبهاش گفت تجاوز نبود. معلومه اینو میگه، وگرنه بهش امتیاز پخش نمیدادن. فراستی هم اینو گفت. آقا فراستی ولش کن، 2 دقیقه میاد فیلمو میبینه بعد میره. من کامل فیلمو دیدم، مگه نمیگه تجاوز نیست؟ تجاوز نشده. من میگم تجاوز هست. حالا نگاه کن، سوال دارم، پیرمرد چرا پول رو جا گذاشت؟ چرا عوامل بازدارنده جا گذاشت؟ چرا جورابش رو جا گذاشت؟ چرا سویچش رو جا گذاشت؟ اصلا مهمتر چرا وانت رو جا گذاشت؟ وانت رو جا گذاشت چون سویچ بالا جا گذاشت. عزیز من بحث تجاوز، شهاب حسینی نتونست تجاوز کنه چون دو تا شاهد نداشت. شهاب حسینی تجاوز نه، که اون پیرمرد تجاوز. بابا همین الان داره میگه پیرمرد تجاوز کرد. من چی گفتم؟ اصلا تجاوز نبود. رحمان واقعا قلبم گرفت. چرا؟ یه دیگه نقشه ساده رو میخوام به توضیح بدم، نمیفهمی؟ واقعا قلبم گرفت. واقعا تجاوز نشده. تجاوز شده. تجاوز شده. شهاب حسینی نتونست شکایت کنه چون 2 تا شاهد نداشت. آخرش یه چک همون بخی گوشه پیرمرده. تجاوز نشد. مرگ جفتمون پیرمرده همین الان بعد از گذشت چند سال بره شهاب حسینی شکایت کنه بابت اون چک، میتونه دیه بگیره. یعنی هم میتونه دیه بگیره. هم تجاوز کرد، هم زنش قربون صدقه شد، هم کاندیدای جشنواره من چی؟ نه، تجاوز نکرد. نازی کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ بی تو بردار ببینم دوستن که خود تو بردار آنو بکش از تحت دران. سرپرایز. آسمان سرپرایز کردیم. این جشن برای تولدته. تولدت مبارک عزیز دلم.
جان اساس هر جا که چهار ماه نرسه بابا باش حرف بزنه. نازی بابا خیلی زلیش درگیر معمولک هست. معمولک؟ آره دیگه. چیکار میکنیم با معمولک؟ آی چه سوالی بپرسی؟ چیکار میکنم با معمولک؟ بیزنس میکنیم دیگه. آره کیف کفش مصرف دارویی هم داره خیلی. آره نمیتونست مثلا به جای این کار تکلیف ما رو روشن کنه؟ الان تو این وضعیت دلار بگم بابا بگه تکلیف ما رو روشن کنه نمیشه که. بابا خیلی رو معمولک حساس. رفته چی میبینه میتونه مارمولک ارزون ترگیر بیاره بهش میگم پدر من بیا دو تا کانتینر مارمولک بخریم بذاریم گوشه انبار برونم شد شد چی بود؟ اینقدر میگی مارمولک مارمولک یه واقعا فکر کردم یه مارمولک در اون پام رد شده الان تو داری یه چیزی رو از من قایم میکنی؟ آه من چی دارم؟ چی دارم کس؟ چی دارم حتی برنو کنم؟ باز مستقه خودشو به خدا من نگران آینده همون تا اگه مثلا بابات مخالفت بکنه ما چیکار کنیم الان بین مثلا من و پدرت کدوم یکی رو انتخاب میکنی خب بگو دیگه کدوم رو انتخاب میکنی چه سوالیه چه سوالیه میپرسی من بدون پدرم که نابود میشه به امسان میمیرم خدا نکنه قربونه شکلت دارم بیبریم حالا تو دلش رو برمش بکنم میرا قدم نکن داره نگاه میکنن زشته زشته میبینن خود کجا میری از این من با هاتو جمع کردی؟ آره چطور؟ یه وقت از اون بر نزنه بیرون کسی ببینه اینو بابام کادو تولد برای من گرفت دوست دارم بدمش به تو میدونم خیلی مونده تا تولدت ولی این کادو تولد توه نه من اصلا نمیتونم همچین کادوی رو قبول کنم چرا؟ بلکه این خیلی گرونه پسر یه لاستیکی ماشین میتونه بابای منو از زندان در بیاره بیرون همین لاستیک خالیش؟ نه دیگه بارینگش من اصلا خیلی مدیونم نازی مدیونی؟ چرا مدیون باشی؟ من هیچ وقت واسه تو هیچ کاری نتونستم بکنم آره بابا من سرخسر تو خیلی عوض شدم من یه آدم دیگه هم من مشکان قبل نیستم که من دیگه دست آدم عصبانی نمیشم آدم رو قضاوت نمی کنم بی خودی به هم نمیریزم پس این دختره باعث شده که این عصبانی نمیشه رحمانو میشناسی تو دفتر ما کار میکنه میدونی اینا چقدر از من بعدشون میامن نه آره اینا خیلی قبل از من بعدشون میامن الان بدش کن بدشون سر نه بگو دیگه همیشه حرفتو نصفه نزن بگو یه چند وقتی نمیدونم چرا اینجوری شده با من خیلی مهربون شده میگفت که دوستم داری بوسم کن بوست کن؟ یه بار نه اونجوری که فکر میکنی نیست بدش کن خب بگو بینم فکر میکنی چیه؟
ماشین. چه ماشینیه؟ MVM. MVM که نیست اما پژو 420. برو بالاتر. مزدا تیری. بالاتر. مزدا تیریه. بنز. لامبورگینی احمق. خاک تو سر لامبورگینی میگه بنز. مال توه. ماشین داد بهش؟ آره دیگه، به تو هم یه چک داد دو منو واسه 1400. خیلی خوب بابا، تو هم خیلی خوب چزن زن. تو واقعا فکر کردی من به خاطر پولت باهاتم؟ بردم برات بس کن. فرق تو با بقیه اینه که تو منو برای پول نمیخواد. اینو میدونم. ولی تو بس سوار این شیم ماشین مال تو. نه من وقتی کنارت میشینم که تو شوهرم باشی، خودم تنهایی سوار این ماشین. چه چوسی ام؟ چشتو ببن. ببن چشتو. چیزی که میگم بلند تکرارش کن. بگیر اینو بگیر، به درد میخوره. آره آره به درد میخوره. چه بس یه کاری هم کردن جونت. آره بگو دوستم داری و کنارمی. بلند کنارت. بگو دوستم داری و کنارمی. دوستت دارم و کنارتم. خب وقتی کنارتم یعنی دوستت دارم دیگه. ساسان ساسی. بله بله. گیرید گیرید گیرید. لیزر تیرز. وات؟ لیزر تیرز. یعنی اشک مارمولک. چی گفت؟ لیزر سیزر سیگه. نه معنی فارسیش پشم مارمولک. لیزر آب. این چی هست؟ برای چی بهش میده؟ لیزر تیزر سنشیدی؟ خود بریم. نهاشی دوستو هستن. نهاشی دوستو هستن. دوستو هستن. آبجی شراره؟ شراره؟ زهر مار؟ ببخش شراره خانوم؟ وای یا حسین نه 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 هیچی نگو هیچی نگو من رو همه این لحظا نه هیچی نگو من تو خواب دیده بودم خواب چی آده؟ قاسد مرگ رحمان من آمده هیچی نگو هر زنم تو مردن جفت اینجا داده بگو دیگه حساس عجیبه رحمان مرا آوردی اینجا فقط که چی شلنگو بگیر رو ما؟ این چیه؟ اینا چیه؟ این ناخونه، اونام لباسه.
برای مراسم دیگه. مگه قرار نبود مراسم من ساده برگزار کنی؟ بابا اینا همش قرضیه، من که پول ندادم بالاش. قرض گرفتی چیز درست میگرفتی، این الان لباس عروسه فقط سیاهه. اوه پس وقت آرایشگاه میگرفتم میخواستی چی بگی؟ آرایشگاه واسه چی؟ تو یه موهای خودتو بچه ها رو تو خونه درست کردی، الان برای خاک کردن من میخوای بری آرایشگاه؟ بابا راست میگی دیگه، این بدبختو که یه عروسی درسته من برای بنده خدا نگرفتی، بذار تو این عزای لباس آدمیزاد بپوشی. چرا تو داری زر میزنی؟ شما برای چی دخالت میکنی انوش آقا؟ من وکیل وسی خواستم، رحمان اگر حرفی میزنه شوهر منه، عشق منه، همدم منه، شما نباید دخالت کنی. برق رفت. یا ابوالفضل الله علی محمد و آل محمد. وقتی برق میاد صلوات میفرستم. من نفسم میگیره، خاطری بد دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تصویر داریم بابا، داریم میبینی؟ آره بابا دست در نکنم. آره که الله قربونتون برم. خدا رو شکر رفتم دیدم همه مرغا زنده هم. لو مصب این برقا که میره تمام این کابوس ها تو ذهن من زنده میشه. اون مرغای بابات ماشینی بوده، اینا رسمی هم. بابا کابوس کابوسه دیگه. بلا چیکار کنیم، برنامه چی هنوش؟ بگیم اصلا فرصت ندارم، باید بمیدنم. با برنامه که مشخصه، من که از شرکت اخراج شدم، هر و نقشه رو فردا بهت میدم، تو اجرا کن، منم دورا دور حواسم بهت هست. آقا من دست با چلوفتی هم رحمان، بگو امروز از کجا زنگ زدم. کجا؟ بگو، من اینجوری که نمیفهمم یعنی چی. از بانکی. کدوم بانک؟ ایمانه! بیا بابا جون بیا. کدوم بانک؟ همون بانکی که سپرداتو برام ریختی توش. جاسپیان؟ جاسپیان زنگ زد؟ بانک جاسپیان؟ نه نه، یه بانک دیگه. کدوم بانک؟ مسئله شخصیه. مسئله مگه تو سپرده شخصی داری الان؟ نه نه، شما بعد متوجه شدی. دمت گرم آقا رحمان. بابای من به خاطر 50 میلیون پول تو زندونه، بعد تو سپرده شخصی برای زنت باز کردی؟ بابا یه مردونگی بکن، این سپرده رو بذار کف دست من، من اینو بذارم کف دست این یارو طلبکارا، بابامو بکشم بیرون، بعد میرم زحمت میکشم پول در میارم میذارم کف دست تو، تو اینو بذار کف دست بابا. بیا اینجا یه لحظه. بابا رحمان فعلا داری منو میپیچونی. بیا اینجا. باشه برو یه چای بیار. باشه برو یه چای بیار. رحمان تو داری بزن. یا ابوالفضل چی میگی اینجوری شرقه؟ بزن کف دستم، بزن کف دستم. سپرده رو. بابا این بانک، بانک اسپرمه. بانک اسپرم؟ بله. بگه ما بانک اسپرم داریم. اومدن ماشین رو در بیارن. آره عزیزم دارم میام. معلوم نشد کیم انداختتش تو سخت. نه من از همه بچه ها پرسیدم، هیچ کی نمیدونست. دیشب همه تو فضا بودن، چت زدن، یکی نشسته پشتش. حالا چه فرق میکنه کاری کی باشه؟ من همش نگران تو هم. این همه پول دادی ماشینت اینجوری شد، به خدا نمیدونم باید چی بگم، خیلی ناراحتم. آقا گوشی حضورتون باشه یه لحظه. ببخشید این پیش فاکتور قضایی مارمول نکاست امضا میفرمایید؟ بله بفرم. خیلی ممنون. خواهش. پولش اصلا مهم نیست، یه قربونت برم. صبح یه دونه نوش و همون رنگی که دوست داری. لیمون یدو به خودم برات میارم. آره فقط میدون چی برام عجیبه. یکی تونستش کادوی تولد تو بین سوسخ. پیداش میکنم. پیداش میکنم، پوست از سرش میکنم. به من میگن اشکان جالوسی. هنوز چند ساعت نگذشته من دلم برات چرا انقدر تنگ شد؟ وای 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 وای. اگه بدونی من چرا دلم برات تنگ شده. حاضر باشی یک دو ساعت دیگه میام دنبالت، میریم یه جای خوب. با تو همه جا خوبه، هر جا بگی. دوست دارم. خدا خدا. بیا بالا، بیا بالا. خوبه خوبه بالاتر. هوشنگ برو کنار، الان ماشین میفته رو له میشی. خانم ماشین کجا من کجا، نگران نباش. برو بالا بالا بالا. چه زدی رو این کار؟ نه رحمان برو قهوه منو بیام. آم مارمولکارم غذا رو بیام. من دیگه به هیچ مارمولکی غذا نمیدم. رج کردی. من حرفاتون هم شنیدم، داشتیم تلفنی حرف میزدیم. اون ماشین رو من انداختم تو استخ. ماشین من تو انداخت تو استخ؟ آره خیلی هم کیف کردم. علک. نه نه این تصاویر برات آشنا نیست؟ آقای فسخ و فجور
ببین چی کارایی میکردی؟ پرونده فساد اخلاقی الف جیم اشکان جالوسی تیتر جالبیه نه؟ اصلا نامرد از خدا بی خبر اون پاپاراتسی غیر خودی تو مهمونی تو بودی. آره خودم بودم. بابات داشت میرفت گفت مراقبت باشم. ببینی الان برگرده این عکس ها رو ببینه چه بلایی سرت میاره. آخرین نفر که فکر میکردم یه روز برامون حجم درست کنه تو بودی رحم. گیر کردی حسابی. چقدر میگیری سکوت کنی؟ میخوای منو بخری؟ من خریدنی نیستم. واقعا اگه میخوای خلاص بشی باید منو بکشی. یا منو بکش راحت کن. اون عکسا که فتوشاپه. اینا؟ اینا همش اصله بفرما. آره اصله. اعتراف کن. اعتراف کن تا از جرمت کم کنم. تو هنوزم میتونی واسه کشورت مفید باشی. اعتراف کن بعدش هم بلنشو غذا مار مولک ها رو بدم. نه به مار مولک ها غذا میدم نه آب. بابا بیا بکش راحتم کن بره دیگه. از اونجایی که من رأفت زیادی دارم و مهربونم یه فرصت دیگه هم بهت میدم. نمیخوام. رحمت تو مدیریت بحران میدونی چیه؟ نه بابا. من همه کلاساشو رفتم. کتاباشم خوندم. ولی اگه بفهمم باهاش آقا حرفی زدی پوستتو میکنم از این شرکتم گوشتو میگیرم میندازم بیرون. توجیه. خب بکشیم بهتر نیست. دهنم واسه همیشه بسته میمونه. خیال تو هم راحت میشه. من هیچ کاری نمیکنم که نازی رو دست بدم. بس نمیکشی. چرا مزخرف میگی بلند شو. اینا چی میگی جایده؟ الان میام. رحمان. بله. هفته یه شب هم بساطی که دیشب بود برپاس. میگم بیا برن اضافه. هم یه حالی میکنی هم یه پولی اضافه میگیری. دستی بگیش بود چش برو خدا آسان. چرا رو مارمولک اینقدر حساسی؟ از امشب یه نفر میذارم براش. دوستم داری؟ برو آدم گوشی پر مدرک رو که این همه زحمت کشیده میده دست متهم؟ بابا نامردی کرد دیگه. نگفت میخواد پرت کنه که. بابا میخوام یه بار دیگه نگاه کنم. منم اعتماد کردم دادم دستش رو. نباید اعتماد میکردی. الان تنها کسی که پشتش شد فقط گوشی بدبخت من بود. بابا تو هم هی گوشیم گوشیم. بیا بگی. یا این چکو بخوابون به حسابت. نقشت گولتو وعده. فقط بقیه‌اش میدی به شراره و بچا. به این حق اوناست. یهو قاطی نه این پول چیز کثیفیه. وسوسه نکنه بذارید جیبت. بیا. رحمان 1400 تا اون موقع کلی گوشی جدید اومده یه بهترشه بخرم. آقا اون موقع من این چکو پاس کنم نمیتونم باهاش یه شارژر بخرم. اینو به من داره نشون میده. بده من بابا اصلا بمونه هر وقت کشتتم به شراره میگم این پول گوشی تو بذار رو 5 میلیون بابات بهت بده. خیلی خب حالا به جای این همه قرض دادم یه فکر دیگه بکن. آقا ولی من فکر مک نیست بابا. بابا یه چیزی بگو دیگه. آقا تو خیال میکنی برای من ساده است طراحی نقشه؟ من کلی شب بیداری میکشم، کلی فسفر میسوزونم. یعنی ایده دیگه داری؟ ایده هست. خب بگو. ایده تو ولی چه تضمینی برای پیاده کردنش هست؟ دفعه اول اجرا کردی من اخراج شدم. دفعه دوم گوشی منو به این رفت. دفعه سوم چه برای میخواد سر من بیاد؟ آقا من قول میدم این دفعه دقیق انجامش بدم. ببین هنوز من به خاطر زن و بچه‌م هر کاری بگی میتونم. هر کاری. نه دیگه خط قرمز منو میدید فقط سیاسی نباشه. بابا ولمون کن سیاسی. بابا بگو دیگه یه چیزی. آقا ببین دلشون بابا اصده داری تو بابات واسه مهم نیست. این همه بدبختی میکشی زرد میکشی. اون بابای بدبختت باید اونجا بمونه بپوسه. بذار بیاد بیرون دیگه. آقا این رو نامزدش حساسه غیرتیه. تو اگر نظر پیدا کنی رو نامزدش این حتما تو خجالت بکش. من بیافتم دوباره ناموس مردم خیانت بکنم. خجالت نمیکشی؟ آقا خیانت نیست. چیه خیانت نیست؟ آقا جون مهم روحته که مال شراره خانومه. چی اسمت هم گهتر نیست. چون نیست اصلا خیانت نیست. بعد تو داری تظاهر میکنی داری فیلم بازی میکنی. آقا فیلمش هم حاضر نیستم. من دارم میگم راحت سیاسی نگو راحت ناموسی میگی. رحمان زهر مار. رحمان گوش کن لحظه. خفه بابا زهر مار دیگه. رحمان
رحمان جان، رحمان جان، من غلط کردم پیشنهاد دادم. رحمان جان، من چشم معذرت میخوام، ببخش. بذار به کارم برسیم. آقا شروع کار خیلی، بذار خون زندگی نگهش دارم. زندگی ما جان مادرم الان اگه این بمیره ما از این بعد بهم میگیم. رحمان جان نمیدونم. آقا برو کنار دیگه، آقا برو کنار عزیزم من. آقا زنده بمونه آقا. خدایا من تا حالا هر چی خواستم بهم دادی. خدایا اینجوری نمیده. آقا داره سکته میکنه، قرمونت برم بودو حالش داره بد میشه، یه 200 جول بزن سریع بودو آقا جان، بودو دیگه بودو آقا بکنه 250 بودو بودو دیگه بکنه 280 280 بکنه بکنه بابا بزن 300 بزن 400 بزن آقا بزن کاره اونو بکنیم بابا یه 300 بزن فایده نداره آقا مرد دیگه نمیشه کارش کرد خدا بیا مرزدش آقا متاسفانه تموم کردن شرمندتون از لحاظ علمی انفرانکتوس کردن ان شاء الله غم آخرتون باشه خدا نگهدار ما دیگه باید بریم نهار جناب دکتر بفرمایید بله. زنت زحمت کشید آخرش با ماشین اونم راننده که بدبختر از من و توه حالا شانس آورد بیمه داشت من چقدر میده 200 پنجاش که خرج دفن و کفنت عقب من بیرونم پنجاش هم که مال من عقب صحبت کرده بودیم میمونه 100 تومن 100 تومن چی میگن آخه 2 میلیارد کجا؟ 100 میلیون کجا؟ دلم برای تنگ میشدم خیلی دوست داشتم اون چشای قشنگ تو دوباره میدید تخم چهر ساعت چنده؟ میخونیم چی شد؟ دکتر، خانم دکتر گه مال کجاست؟ چی؟ پلاک گه مال گوهردشته همیشه یه کارایی میکنی من خوشحال میکنی اینجوریه بیا بریم آمادش اصلا من دیشب داشتم خودکشی میکرد خودکشی واسه چی؟ از عشق تو دیگه از اینکه اگه بهت نرسه چی کن کنم اگر به هم نرسه عشقان جون یه ذره واقع بیمتی بویا حضرت عبیش چیزی نیست من نمیتونم هیچ وقت عروس خانواده شما بشم پدرت این اجازه رو نمیده آدم ساده ای هم هستم واقعا من دورویی و اینا بلد نیستم نمیتونم اون چیزی که بابات میخواد باشم اینجوری هم پدرت اذیت میشه هم تو اذیت میشی هم من داغون میشم من میفهمم پدر تو رو تو حساسه حقم داره ولی به هر حال ما به لحاظ اعتقادی و اینا خب به هم نمیخوریم یه چیز طبیعیه کاملا آره حساسه برای اینکه دار دنیا فقط منو داره الان از مامان من سر بی پولی بابام مرد خدا رحمتش کنه بابا پول نداشت داروهاشو بگیره بعد از مردن مامان دیگه بابا هر کاری کرد که پول دارشیم الان برنامه داره برای من میدونم ولی من حاضر نیستم تا رو دست بدم میدونم نمیخوای دست بدی ولی به خدا برای تو هم سخته خب میفهمم ثروت تو موقعیت تو پول تو همه چی تو از دست میدی خب خیلی اذیت میشی الان من اینو گفتم چی گفتی مثلا میگم راه داره راه نداری مثلا داره مامان بیا تبت بگیم بیا
دیدی چقدر دوستش داره. منم باید چی کار کنیم؟ تنها راهش اینه که من 100,000 تا سکه مهریت کنم و بابامو تو عمل انجام شده قرار بدم. من نمیتونم این کارو بکنم. این تنها راه و بهترین راهش اینه. نه خب اگه اینجوریه من جدایی رو انتخاب میکنم. جداشیم از هم. این اشکان همه هم میدونن سکه چنده. همسان همین جالسی ها قیمت سکه رو تعیین میکنم. مهریه رو کی داده کی گرفته؟ من بهت قول میدم این دختر تا قیرون آخر پولشو میگیره هیچ اشکان باباشم بدبخت میکنه. حالا ببین بابای من داره دختری که دوست داشت دختر هاش قنواتو بخت من در میاره. تو راضی؟ ببینی یکی دیگه زن منه؟ غیرتت اجازه میده؟ غیرت دارم. اگه بفهمم این کارو میکنی به خدا خودم میکشم. گیر کرده قشنگ. تنها راش همینه. بعد من اخلاق بابام میدونم. یه ماه تو رو بشناسه بعد دیگه همه چی حله. لطفا حرف منو گوش کن. خیلی خوب باش. من عقد میکنم ولی مطمئن باش فردا صبحش میرم تمام مهریه رو میبخشم. چقدر این دختر با معرفت. دروغ میگه مثل سگ داره دروغ میگه. حالا که من میگم میکنم. الان عشقا میگه من برم این نوشیدنی بیارم. بیا من میرم دو تا میوه بگیرم بیام. گفتی ها. یه بلایی سرش بیارم تا بیاد بفهمه چی شده باباش میلیارد میلیارد پول خرج کنه. حالا تو اون وقتا دیگه نکنی گرم بزنی همه چیز بره. بچه شدی؟ عقدنامه رو که امضا بکنم 2 ساعت بعد مهرم رو اجرا میذارم. همون بلایی رو سرش میارم که جالوسی سر مامان آورد. یادته چجور بیرونش کرد؟ قرصا رو چی کار کنم؟ بازم بهش بدم؟ نده بشه. ترسم دیوونشه. گناه داره بچه. دلم میسوزه براش. ولی نگرانی نداره که چه حرفی داری میزنی. قرصا همش فاز رفعت و مهربونیه. خدافظ. باشه. خدافظ. خدافظ. عجب دختر بی معرفتیه به سرمی گفتن که پاشه وقتشه پاشه تو سواری نصبه میشین میری سمت دختر یه دوری میزنی یه نگاه میکنی اونو یه نگاه میکنی میگه چی میخوای میری جلو میگه آقا من مزاحمم. آقا چیزی میخوای جلو من میچرخین؟ کاری ندارم من مزاحمم. آهه گفت نه خواهش میکنم شما مراهمین چی؟ نه خواهش میکنم مراهم این از سوارکاری باشگاهی دیگه. نه من اصلا سوارکار نیستم. عرض کردم خدمتتون که من واقعا مزاحمم. مزاحم شده. نه خواهش میکنم مراهم تیکه بنداز. چی میگم بگو ببینم تو رو. بعد نگاهت میکنه تو بگو دیدمت برو. ببینم تو رو دیدمت برو. همین چندش باش خودت باش. بیشوره کسافت برو گم شد. بذار هیزی رو از تو چشات ببینه بعد یه دفعه اشکام بیاد عصبی میشه میگه دنبال ناموس من افتادی میزنه میکشدت گرفتن دیت با من. عروسا ننم میشی؟ برو گم شو بهت گفتم. رمان تو سم داری؟ آره آره. نازی کیه چیه؟ هیچی مزاحم بیشور بهم میگه عروس ننم میشی؟ مزاحم ناموس من میشی؟ میکشم. یا مزاحم. نمیبینم. بذار تو که پارم کن بزن. نه من توی. بزن منه بکن. بزن منه بکن. برو کنارا. آخ تو سر رامو. افسرشو بکن. خب افسرشو بکن. من میرم دست بودم. خوش برو کنار! برو! برو کنار! Come on!
کمک کنه، یکی کمک کنه، کمک، کمک، انوش، کمک، 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 یه چیز بیان پایی، کمک. پدر مادر هم مواظب بچه هاتون باشین، اون بالون هر لحظه ممکنه که پر کنه روی بچه ها. یه نفر زنگ بزنه به آتش نشانی به جایی که با موبایل فیلم بگیریم. اگه نه یه پایین رحمه انوش، انوش دقیقا همون اتفاقی افتاد که میخواستی. رحمان، رحمان جان، یه دسته باشه. ببین نوکرتم، این بادکنک رو صفت به چست نیفتی پایین بمیری بدبخشی. بدبخت چرا؟ بهتری مرگ نصیبم شد. دارم میرم به سوی خدا. داداش داری اشتباهی میمیری. چرا دریوری میگی؟ من میافتم میمیرم، اشکان میشه قاتل، بعدم دیگه اون ماجراها دیگه. به بدبختیمون همین اشکان نمیشه قاتل. پس کی میشه؟ اسبه میشه. میخوای بری از اسب بیه بگیری؟ اه. آره. آرو زهر من، خب من الان چیکار کنم این بالا؟ باید ارتفاع کم کنی، فقط همین. چه جوری؟ دونه دونه بادکنک رو بترکون، ارتفاع کم کنی. خر نشی همه رو با هم بترکونی. باشه باشه، من الان نمیتونم حرف بزنم، پشت خطی دارم. چه؟ شراره است. آره. سلام، برسون موفق. قربونت، خداحافظ. الو رحمان جانم. وای خدا رو شکر که هنوز زنده ای. خوبی؟ آره خوبم. کاری داشتی؟ مرسی که هستی رحمان جون. ببین من میخواستم یه اعترافی بهت بکنم. بگو. من امروز مجبور شدم تخم مرغ بخرم. بابا مگه صد بار من نگفتم ما تخم مرغ نمیخریم؟ اینو با صدای بلند 200 بار تو خونه گفتم. خب وقتی مرغا تخم نمیذارم چی کار باید میکردم؟ از دست این ونوس بس که انگوش میکنه تو. چرا داد میزنی؟ اصلا کجایی تو الان؟ من الان رو هوام. خدا مرگم بده. چی زدی؟ وای بهت شلیک کردم. نه بابا، دارم ارتفاع کم میکنم. نه همان، چرا انقدر مزخرف میگی؟ درست توضیح بده ببینم کجایی. آجا هستی برج میلاد رو نگاه کن. خب یه دست بادکنک تو هوا هست کنار برج. خب و من اون تو هم دارم دونه دونه اینا رو میترکونم ارتفاع کم کنم. تو اونجا چی کار میکنی؟ برای چی خودتو هوا کردی؟ تقصیر این نازیه بود، داشتم باش حرف میزدم. این پسره اومد یه اسب رم کرد. تو با نازینا میرفتی از سواری بچم خودتونو هوا کردی؟ گوشی رو بده به اون افریته، میخوام باش حرف بزنم. الان هیچکی اینجا نیست، بی خود با من بحث نکن الان. من زنده موندم میام پایین برات توضیح میدم. نمیخواد توضیح بدی برای من. برو برای همون نازی جون توضیح بده. دیگه هم نه من نه تو. شراره. هر چی که بین ما بوده امین الان تمومه. الو شراره. گریه نکن عزیزم، بریم. آه عمل فرد. تمام. سلام. خوب شد اومدی. دارم نامه اخراجت رو می‌نویسم. دست شما در نکنه. چقدر من به تو محبت کردم رحمان. یه هنوز شاهده. تو لایق این شرکت نیستی، باید بری. دنبال عشق زندگی من میفتی. آره پوستتون رو میکنم، نابودتون میکنم. به من میگن اشکان جالوسی، پسر آجاق جالوسی. پسر آقای جالوسی جن خوب باهوش. دشمنتون من آبدارچی حلال خور نیستم، دشمنتون دختره مارمولکه. عصبی شد، عصبی شد، خدا رو شد. چی گفتی؟ میگم دشمنت اونه نه من. چی گفتی؟ من زهر میخوام ببخشید. من فکر کنم منظورش همون نازی خانم بوده. آقا من دارم منظور اینو میگم. این داشت منظور منو میگفت. نه تو گفتی اون دختره مارمولک. تو برای چی گفتی نازی خانم؟ آقا برای چی اسم نامزد منو به زبونت میاری؟ این میگه مارمولک، من میگم نازی خانم. باز گفت. تنه اینم خورده به تنه تو. این آدم حسابی بود. برو گفت چه بیرون اینم از سلطه. برو بیرون. بابا مدد جو دسته، اینجوری با من حرف نزنی ها. خیال میکنی چون بچه مایی داری باز میتونی زور بگی؟ اون دفعه هم مراحت این حراستی رو گرم چیزی بهشون نگادم، وگرنه جورت داری زنگ بزنم یه الان حراستی رو چکی لگری کنم. زنگ بزن. نه آقا اوکی نزن، من خودم برم.
عشق زندگی من میگی مارمولک. این داره کلا سرت میزه، داره بدبختت میکنه. حتی بدبخت بیچاره رو برمان دارم. برو بیرون. اتفاقا درست گفتی. بدبختم که بعد این همه بلایی که سرم آوردین هنوز نسبت به تو اون بابات احساس مسئولیت میکنه. مزخرف فس کن دیگه. بابا این دختره با یکی تبانی کرده که بعد از عقد مهرش بذاره اجرا. خفشو. میخواد بندازت زندون. خفشو. نازی اصلا عاشقه. خفشو. برو بالا، برو بالا، برو بالا، اینجا نه کن. اوه چه بلنده. آوردم اینجا بهت بگم من با کسی شوخی ندارم. یک مرتبه دیگه برای من نام زدم حجم درست کنی این بالا پرت تو کنم باید. تو چیه؟ بله بله. اسمش چیه؟ اسم نام زدم من چیه؟ بگو بگو. ناچی ناز ناز نمیدونم. آفرین. الان پرتم نمی کنی؟ پایین؟ آه حواس چی؟ دوست هم داری؟ دوست نکن خودتو یه برو مارم بلکار غذا صدام هم فکر میکرد شوهرش بیگناهه. شما بنز به زن صدام مقایسه میکنی؟ اصلا این قیاس سویه تعبیر نشه. منظورم علاقه خانواده متهمین به متهمینه. شوهرتون آدم کشته، شما اینو متوجه هستین خانم؟ آدم کجا بود بابا؟ این شوهر بدبخت من از بالای یه ساختمونی پرت شد. برهان قانون از قضاوت میکنه. یه نفر نباید از اونجا رد میشده. اصلا اگه قرار باشه هر کسی هر جایی که دلش میخواد رد بشه که دیگه سر به جز فرماشات شما تمام مردم شهرم گواهی میدن ایشون فقط یه دیروز و نصف شهر رو با اسب رفته کل آسمون شهر رو با بادکنک چرخیده. انگار که نمیکنید فیلماش تو دنیای مجازی هست. اجازه بدین بابا اصلا اون یه نازی نامی اینو گول زده برداشت برده. حالا بماند اصلا ماجرا چی بوده. وای رحمان جان به هوش اومدی؟ نمردم؟ تنها نمردی؟ یه نفرم زدی کشتی؟ برای من حجمه درست میکنی؟ حجمه دیگه چیه؟ یه بازی کثیف سیاسی. من کیو کشتم؟ از پنجره که افتادی پایین، افتادی رو سر یکی از بچهای حراست شرکت. کدومشون؟ هوشنگ، همون کچله. تفلک له و لورده شده. صد تام وکیل وسی پیدا کرده. میخوان ازمون دیه بگیرن. ما چه ربطی داره؟ اشکان این کارو کرده. اشکان منو پرت کرد پایین. اون به خاطر کاری که با من کرده میفته زندان. تو هم تا 2 میلیارد نگرفتی رضایت نمیدی از اون تو بیاد بیرون. تازه دیه این هوشنگ بدبختم اون باید بده. ما چه ربطی داره؟ این خبر خوب انوش بده. بهش بگو 50 میلیون بابا اوکی شد همه روزا میاد بیرون. به به مصدوم خوش شانس بودم که به هوش اومده. مرد بادکنکی شهر رو به هم ریختی. شرمنده. آقای دکتر خواهش میکنم به من بگی چی شده. من طاقت شنیدنش رو دارم. چشم آقا تبریک میگه. خانم تبریک میگه. هیچ چیزی ازش نمیگه. انگاری از بیخ قیچ. نه نه آقای دکتر اونه که اصلا قبلا انجام شده بود. چی میگه آقای دکتر؟ تومور عرض میکنم. تومور نپتو نو no. خانم از هر 100 میلیون مردی که به این نوع سرطان دچار میشن 10 میلیون گفتیم قبلا. از هر 10 میلیون مردی که به این نوع سرطان دچار میشن فقط یه نفرشون جون سالم به در میبره، اونم ایشون بود. اصلا نهایت خوششانسی خانم، باورتون نمیشه. ناراحت نشه آقای دکتر، ناراحت نشه. نه اجازه بده خودتونو بریزم بیرون. بریزین بیرون آقای دکتر. نه نه خانم اوکی ریختم تمام. آخه چطور همچین چیزی ممکنه؟ من باورم نمیشه. شغل زندگی باعث شده که ایشون بیماری و دفت. من داشتم با زندگی میجنگیدم قشنگ. بله میجنگیدم. به جان آقا رحمان هر دکتری بود میگه من کردم. به جون تو. ولی من نکردم. معجزه کرده آقای دکتر. آدم باش
حالا بگذریم. یاد تا آقارم اون دفعه اومدی مطب گفتی خدا را شکر به آرزون رسیدن؟ چونو همون آرزو چی بود؟ خیلی شخصی و خصوصیه مردونم. حالا بعدم به تو میگم زن. آقا بی خیال. خب شکر خدا ایشون دیگه مردنشون هم که منتفی شد. لطف کنید به خاطر که مدیون نباشین مسیرتون افتاد مطب، حق ویزیت رو پرداخت کنید. قربونتون، خدا نگهدار. خدا حافظ آقای دکتر. دست درد نکنه. آرزو چی بود؟ آقای رحمان دردمند. جانم بفرمایید داخل. سرکار احمدی این پرونده رو بردار. قشنگ این فیلم فرهادی جدای سیمین. لا 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 چه بدبختی میکشیم از خودیه شرکت، از غریبه نیست. شما نگران نباشین آقا، همه چی حله، ما هم کنار میایم. من جز این که نوکری شما رو کردم، جز این که رفاه برای شما آوردم، جز این که آرامش برای شما آوردم، جز این که امنیت برای تو و خانوادت آوردم، این جوابش بود؟ آقا من امنیت و آرامش و این چیزا رو خودم به دست میارم، من نمیخوام اینا رو. من قبول دارم تو شرکت یک مشکلاتی هست، اما گفتم اون بار همه باید صبوری کن دیگه، راه شکایت نبود که. خب شما اگه زیر بالا پر منو بگیریم، منم این شکایت و انصراف میدم. این پول زیادی هم نمیخوام، حق و حقوقم رو میخوام، اون حق و حقوق واقعی این چند سالی که براتون کار کردم. من حق و حقوق واقعی شما رو ندادم. نه والا ندادی. فکر میکنی خبر ندارم که اشکانو خام کردی، 2,000,000 تومان وام ازش گرفتی برای عمل دماغ دختره؟ مال 1400. 1400 که یه پس فرداست. خب اون وامه، من باید اونو پس بدم، من حق و حقوق واقعی ما میخوام. سر همین وام میدونی چه بدبختی من کشیدم از بابت تو؟ بابت من؟ گفتن نور چشمیه وام داده. چرا به ما ندادی؟ چرا آقا وامو به اون ندادی؟ چرا شما وامو به اون ندادی؟ خیلی خوب باشی. حالا وقتی این گل پسرتون رو بردم پای چوبه داره، این تناب انداختم من رفتم جنگ داخلی میشه دست به پاش اینجوری به قرقر افتاد، متوجه میشین که حق کسی ندادن چه عاقبتی داره. بالاخره یه جوری باید جواب پس بدین دیگه، یه روزی باید جواب پس بدین. ما جواب پس نمیدیم. شما چرا؟ بلو آقای رحمان دردمند. جانم آقا، طبق گزارش پرونده و اعترافات متهم، شما میتونید شکایت خودتو مطرح کنید. خیلی ممنون. چیکار کنم؟ مطرح کنم چیو؟ شکایتو. هر جور راحتی شما. آقا میخوایم بیشتر فکر کنیم بحث جون پسرتونو. چه ربطی به پسر ایشون داره؟ متهم که اعتراف کرده، شما هم که به عنوان شاهد و شاکی دوم پرونده هستی. شاکی اول پرونده هم که خانواده مرحومه. علی پور. بله آقا. متهم بیار داخل. چشم. شما اگه شکایتی داری بنویس. از آقا جالوسی؟ نه آقا، چرا گیر دادی به حاج آقا جالوسی؟ شما چرا این همه حجمه به ایشون وارد میکنی؟ حاج آقا همه عمرش رو وقف خدمت به مردم کرده. سلام علیکم حاج. سلام. اینم متهم. خودشه؟ چی خودشه؟ این پرتت کرد؟ نه این پرت نکرد. بله حاج آقا من پرتش کردم. چرا چرت و پرت میگی؟ تو اصلا کجا بودی این همه زنگ زدی؟ اینجا چیکار میکنی؟ خودت شلوغش نکن حاج آقا. من نسبت به حرکت خیلی حساسم. چه حرکتی انجام؟ من واقعا خجالت میکشم از شما، از آقای جالوسی خجالت میکشم اینو انجام. نه بذاریم بگه چه حرکتی انجام بدم؟ بگم؟ بهت میگم بگو. حاج آقا این چیه؟ ایشون چند بار جلوی من هی اینجوری کرد، گفتم آقا احترام خودتو نگه دار، منم دیگه عصبانی شدم پرتش کردم پایین. همین کارو کردی؟ بابا دروغ میگه، اصلا من برای این اینجوری نکردم که. من اینجوری برای اشکان پسر آقای جالوسی کردم، اصلا با این نبودم که. من از کجا بدونم زاویه تو سمت پسر آقای اشکان جالوسیه؟ من از کجا میدونم؟ زاویه دی چی؟ اصلا تو اونجا نبودی، من بودم و اشکان پسر آقای جالوسی، اون منو پرت کرد پایین. تو خجالت نمیکشی؟ حیا نمیکنی؟ حاج آقا باز اینو میشه ال کرد؟ تو تخم چشای من به من نگاه کرده فوش داده. من کجا من اصلا به عمرم فوش ندادم به کسی. تو به خواهر پدر من فوش ندادی؟ به خودم فوش ندادی؟ یه جوری فوش داده حاج آقا، خواب و خوراک از من گرفته، یعنی واقعا قلبم گرفته. خاک تو اون سره، تو چرا یهو عوضی شدی؟ بفرما همین الان داره فوش میده، همین الان پرتت میکنم پایین. آقا ببخشید اجازه بدید آقای قاضی، اجازه بشین آقا جان. آقا ایشون سرش ضربه خورده قربونت. آقا من سرم چه ضربه خورده؟ آقا این مشاهیرشو از دست داده، الانم که متهم اعتراف کرده پرونده بسش تموم شد. آقای دردمند شما الان از ایشون شکایتی داری یا نداری؟ این رفیقمه، این دوستمه. بابا من با تو چه رفاقتی دارم؟ تا چیز الان ایشون بفرمایید بره. بله شما بفرمایید برید.
علی پور متهمو ببر. چشم. آره آقا باش. باش آروم بکن ببین فقط وجود داشته باش. میگم من این کارو کردم. خیلی خوب. بس دیگه منزه نری. ما بدبخت میشم. ما سری جوش میاریم. نمیتونم جواب فحش بدم. سری قاطی میکنم. این چه کاری میکنی؟ میگم واسه چی برو بیرون. علی پور ببرش. آقا من این کارو کردم. همینو بگی من رفتم. حاجی آقا بنده امری نداری. نه حاجی آقا دست شما درد نکنه بفرمایید. دیگه التماس دعا به اهل بیت خیلی سلام برسونید. ما رو از دعا فراموش نکنید. محتاج دعایی. بفرمایید. خداحافظ شما. خداحافظ شما. انوش. سرکار من یه لحظه باید کار دارم. چیکار می‌کنی آقا؟ ولش کن متهمش کردی. آقا این حق برادری گردن من داره. من نوکرتم رحمش. یکی دیگه هم بزن. رمان جان من قد نوندم که تو خوردم که اگه یه بار دیگه هم بزنی من چیزی بد نمیگم. ای بابا آقا این وحشیه رو بگیر دیگه. ای داره سر زد میزه با امانت هم دست تو. چه غلطی کردی اصلا؟ چه خبره؟ اونا چی بود اونجا میگفتی؟ رمان من شرمنده هم چاره ای نداشت. بی خود لازم نکرده شرمنده باشه. همین الان برمیگرده راستش میگه همه چی رو میگی. نمیتونی. چرا نمیتونی؟ چون با جلوسی توافق کرد. توافق چی؟ اگه 200 بهت بدم گردن میگیری منم گردن گرفتم. خاک تو سرت. اون گفتو هم قبول کردی؟ نه بابا اولش برام سخت بود ولی دیدم یه نامرد اومد آقا من 150 تومن میگیرم گردن میگیرم. دیدم اینجوری اصلا یه قرون پول دست من تو نمیاد. سری گفتم آقا من هستم. بعد جالوسی به خاطر اینکه اعتماد بیشتری به من داشت 50 تومن گذاشت رو شد 200 تومن. بعد من آدم نامردی نیستم. نه نامرد خیلی آقا نیستم رحمان بی خودی قضاوت نکن. من 50 تومن دادم بابام آزاد کردم. انجام دادم به خواهرام برن شهرستان یه خونه رهن کنن. صدش هم مالتو دیگه. این کجاش نامردیه بی معرفت. یه قرونش نرفته تو جیب من. پول یه نفس سیگارم ندارم الان. سیگار میکشی مگه؟ نه حالا کجاست اون صد تومنه؟ چکش دست بابا حسن دیگه ازش بگیر. چکه؟ آره تاریخش بهمان 1400. متاسفم. ای بابا بابا دیگه داری شورشو در میری زرد زرد داری میزنی. به جون خودم با همین دستبند برم پیش قاضی بابت این 4 تا چک. همین الان ازت شکایت کنم میتونم 100 میلیون دیگه بگیرم. بگو چرا. چرا؟ چون دو تا شاهد دارم. گود لاک. آقا کجا میری؟ وایسا. خیلی بیشوری خوشنگ منو کشتی. رحمان رحمان چی شد؟ بچه ها کجا پشت؟ پولتون پیپی کرده بود. منم دیگه براش پوشک نیاوردم. مجبور شدم بفرستمشون برن خونه. تو اصلا برات مهم نیست من کجا بودم؟ کجا بودی؟ بابا من نمیفهمم این یعنی چی. بگو قشنگ. دستشویی. چرا اینجوری میگی؟ بگو دستشویی بدم من حالت تهوع داشتم که رفتم دستشویی. منم اتفاقا الان حالت تهوع دارم. تو مردی من زنم. واقعا؟ دستت در نکنه. ممنون که دوستم داری و کنارمی. برو برو به زنت برس. رحمان جون. جونم حال پسرمون چطوره؟ خیلی شیطونه. همش داره میچرخه. یه وقت سرش گیج نره اون تو. آقا رحمان خواستم که برگردی شرکت. بابات کجاست؟ زندان. اگه شما رو میدازن زندان.
پلیس مبارزه با مفاسد گرفت ازش. مبارزه با پولشویی همین. این روزا همش خبر این بگیر بگیر است. میدونستم بالاخره لو میره. حالا به کیا واسه بود اعتراف کرده؟ بارهمان بابا رو پلیس مبارزه با مفاسد اخلاقی گرفت ازش. تو ویلاش وسط سونا جکوزی با چند تا از این آره بس جالوسی هم این کاره بود. نازی هم که کلاهبردار از آب در اومد. اومده بود که منو بابا رو نابود کنه که خدا عمرتون بده شما جلوش گرفتیم. میخوام برم با بچه‌ها صبحونه بخورم کاری نداره. این شمایی که چند ماه کاری نداری. نه اتفاقا من الان میرم سر بنایی کار دارم نون بازوم هم میخورم هیچ مشکلی هم ندارم قراره با موتورم و مسافر کشم. خانم اومدم اینجا بگم که دیگه قرار نیست این کارا رو بکنی دیگه. میریم با هم شرکت رو راه میندازیم. ولی این دفعه مدل من نه مدل بابا. آخه من مدل تو هم دیدم دیگه تو مهمونیای شبونه. بزن به کوب و فسق و فجور همش. آره تیکه میندازی آرام. آره حقم داری. به هر حال اونا مال فشارهایی بود که بابا به می آورد. عقده‌ای شده بودم آرام. حالا چی شده یهو اینقدر متحول شدی؟ آره به هر حال دیدم اون از بابام اونم از عشقم و فرق میکردم. یه روز گفتم بیام شرکت رو راه بندازم با شما آدم حسابی ها با شما قدیمی ها. یه چیز بگم نمیگی دارم شعار میدم؟ نه بگو. ورش کن بابا. نه میگم آره اما جن خوب شمایی. شمایی که نون حلال در میاری صبوری کردی. فکری من یادم میره چجوری خونه تو شیشه بود صدات در نمی آمد. صدات هم که در مدباسه این بود که منو نجات بدی. همه رو یادم. اصلا این به بعد میخوام به مردم خدمت کنم. اشکان جالوسی خادم مردم. چطور بود؟ میخوای رئیس جمهور بشی؟ نه خیلی شد. آره راست میگی. تشریکم شد. آره نه مو خادم ماده اونو دیگه نمیگم. آره. اونوشم از زندان میاری؟ آره میارم شی. اونم میاری سر کار. آره همه رو گفتم که به کمک همه تو احتیاج. باشه بس من فکرامو بکنم با خانم بچه‌هام هم یه مشورتی بکنم. نمیری توی چای بخوری؟ نه خیلی کار دارم. خیلی بد برم. بابا مامان میگه تخم مرغ رو بیار میخوایم صبحونه درست کنیم. تو مال میای برو تو چی گفتی شما چیزی نگفتم چیزو بخوریم و چای بفرمایید آیا یه مچ میزنید این شور واش کن رحمان چی شد؟ نگفتم حس میکنم اینو چند تا هم؟ چند تا هم؟ سه تا هم؟ خوب دخترم پسرم چی هم؟ دوتاشون دخترم؟ اون یکی هم پسر؟ نه اون یکی و دکتر گفت دستش یه جاییه که معلوم نیست چیه. ولی من مطمئنم پسره. مطمئنم پسره چون خواهرش اونجا روش نشده اینجا. یه صبح دیگه یه صدایی توی دوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون یکی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه منظور شنگیش همینه خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده رها کن دیروز و زندگی کن امروز زندگی رو خوب یا بد
تو وا کن، یه نگاه به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه ابرای سیاهو دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو افقای پیش رو. اگه به سر نوشت میبازی، تو بخوای فردا